آقای ندیمی، به باور شما با چه هدفی و با چه وسیله‌ای دقیقا این حملات انجام شده و میزان خسارتش تا چه حد بوده؟ به نظر میرسه که این حمله به وسیله هواپیمایی بدون سرنشین انجام گرفته که خب حوثی‌ها در اختیار دارن، بردشون بیش از 1200 کیلومتری هست که فاصله بین ابوظبی هست تا منطقه تحت تسلط حوثی‌ها و خسارت چندانی نمیتونن به بار بیارن، چون اینا مواد منفجره زیادی نمیتونن هم کنن، حد اکثر 40 کیلوگرم و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. مدت ها بود که حوثی ها تهدید میکردن ابوظبی رو به حمله نظامی، به خصوص در دوره اخیر، در چند ماه اخیر که نقش کشور امارات در جنگ داخلی در حوثی ها خیلی پررنگتر شده. ببینید، من فکر میکنم این حمله به طور مستقیم در پاسخ به پیروزی های اخیری هستش که نیروهای میلیشیای مورد حامی دولت یمن در استان شبا و معارب به دست آوردن و برای اولین بار در چند سال گذشته موفق شدن که نیروهای حوثی ها رو عقب برونن و در منطقه معارب جلوی پیشروی حوثی ها که با گفته میشه با رهبری نیروهای سپاه پاسداران در اونجا انجام گرفته بگیرن و به طور کامل استان شبا رو از دست حوثی ها در بیارن. و من فکر میکنم این دلیل اصلی حمله حوثی ها به امارات باشه. هواپیمای بدون سرنشین، هرچند که دقت قابل توجهی نشون دادن، در سال 2018 حمله کردن به ترمینال فرودگاه ابوظبی و در این مورد هم این حمله به چند کامیون نفتکش صورت گرفته. حالا احتمالاً هدف مخازن نفت بوده شد، ولی به هر حال نشون دادن که میتونن دقت نسبی به نسبت خوبی داشته باشن، ولی خب در مجموع ارزش نظامی چندانی نمیتونن داشته باشه. آقای ندیمی، خب در چند وقت اخیر شاید این اولین باری باشه که امارات متحده رسما در واقع تایید کرده حمله حوثی‌های یمن رو به مواضعش. آیا ما باید منتظر یک عمل متقابل از سمت امارات متحده باشیم و اگر باید منتظر چنین موردی باشیم، در چه سطحی خواهد بود؟ ببین، بله، در چند سال اخیر یک بار حوثی‌ها ادعا کردن که به سایت نیروگاه اتمی نزدیک ابوظبی حمله کردن که امارات تکذیب کرد. حمله به فرودگاه ابوظبی در سال 2018 رو هم که بعداً خود حوثی‌ها فیلم‌های دوربین مداربسته‌شون نشون دادن، باز امارات تکذیب کرد. این اولین باره که به طور نسبی اعتراف کرده امارات به این حمله. حالا بعد در ساعت آینده چه عکس العملی از طرف مقامات امارات نشان داده خواهد شد، ولی من فکر میکنم این نتیجهش حمایت بیشتر امارات باشه از یگانهایی مثل قوات المعالقه که بسیار موثر واقع شدن. یک نیروی 15000 نفری هستش از در ایدن عدن تاسیس شد چند سال پیش و به طور مستقیم مورد حمایت امارات هستش. من فکر میکنم حمایت بیشتری امارات خواهد کرد از چنین نیروهایی که در جنوب که بتونن حوثی‌ها رو هرچی بیشتر عقب بزنن. در سطح منطقه اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، فکر میکنیم چطور ممکن است که سیاست‌های منطقه‌ای رو تحت تاثیر بگذاره این حملات؟ خب به هر حال امارات سعی کرده در ماه‌های اخیر که به مقدار به ایران نزدیک بشه، مقامات امنیتیشون با هم مذاکراتی انجام دادن. فکر نمی‌کنم در سطح استراتژیک روی این موضوع تاثیر چندانی بذاره. احتمالاً انتقادهای امارات رو از ایران بیشتر خواهد کرد، ولی این نکته رو باید نظر داشت که میلیشیاهای مورد حمایت ایران در عراق هم در هفته‌های اخیر امارات رو تهدید به حملات پهپادی کردن که این نکته هم باید از نظر دور داشت. به هر حال یک شبکه‌ای هستن این میلیشیاهای مورد ایران که با هم در ارتباط هستن و از اطلاعات همدیگه استفاده میکنن. خب باید دید عراق در میلیشیای عراقی از زمانی که انتخابات در عراق انجام گرفت و شکست خوردن به فراکسیون مورد حمایت صدریس ها، این انتقادات ها رو نسبت به کشور خلیج فارس میکردن که این کار با حمایت اونها انجام گرفته و باید این جبهه رو هم در حقیقت از نظر دور نداشت. احتمال اینکه حملاتی از اون سمت هم انجام بگیره وجود داره، ولی خب من فکر میکنم در این مورد خاص شکستهایی که حوثی‌ها در جبهه معارب و شبا خوردن در هفته های اخیر و برایشون بسیار غیر منتظره بود، عامل اصلی اقدام تلافی جویانه حوثی‌ها باشه.